بابا آیفون ریده، آیفون ریده، آیفون ریده. وقتی با آیفون لایو میذاری یکی به گوشیت زنگ میزنه صدا قطع میشه دیگه، درست نمیشه. آیفون ریده، وقتی که با آیفون یکی لایو میذاره همینه. کلن صدات رفت آریانو. سلام، الان نیست؟ الان چرا اوکی شد؟ بابا آیفون اینه، تو با گوشی آیفون لایف میای؟ من نه، من بهتر. نوت 10 هم میخوام اتفاقا برم آیفون بگیرم. نه اصلا آیفون برای لایف نیست، ولی برای چیز دیگه خوبه. واو چه افکت های جدید بالی اومده. این ابر و باد و باران. آرین تو که استخونی رو، آرین کی تو استخونی رو میکنه؟ پیدا میشه عزیزم. ای دل غافل. شاکرم آقا آرچ داداشم سلطان. بذار من یه شراب بیارم، شاید آروم شدم. آره دو تا لایو پیش گفتم میخوای شراب بیاری، الان یادم. لایو پیش میخواستم یادت بیارم، یادم رفت. من همین یه هفته گذشته تا مشکلی نداره امروز برم دیگه تو سونا جکوزی بشینم؟ نه دیگه مشکل نداره، فقط تا نه دیگه توی تا یه ماه باید مراعات کنی. آره چون اون رنگش از زیرش نباید بیاد بیرون و وقتی آب گرم بخوره خب این روزنهای پوستت باز میشه، باز میشه رنگش بیاد بیرون، کم رنگ شه یا مثلا تتوت خراب شه که نیاز به ترمیم داشته باشه. ولی نری هموم سری رنگش ثابت میشه دیگه، همون میشه دیگه. من اینو خیلی دوستش دارم. کدومو؟ تتو داری تو؟ آره اینجا یه چیز کوچولو زدم خیلی خوشگله. راستی که دوست من پرسیده بود که هیرادم آنفالوت کرد آریان. به کیرم بابا؟ بی برو گم شه بابا، فانفالو کرد کرد، اصلا من اصلا اون آدم حساب نمی کنم. من اینو آوردم اونجا بوده مسخرش کنیم با کیان و بچه ها بودم، وگرنه اصلا من کی خواهیم هم حساب نمی کنم. گوه کیه بابا؟ اینا رو روش نرینی پر رو میشن. از من دارم زحمت میکشم، هر روز دارم لایک میذارم، من هر روز دارم کلیپ درست میکنم، اون چه گوهی خورده؟ چی گوهی خورده؟ لنز بذاره تو چشش بیاد مردم رو مسخره کنه؟ آره لنز بذاره بیاد مردم رو مسخره کنه؟ کس کشه بیریچه؟ ما از اول این افکتی میدونم خیلی رو صورت من تغییر نمیده. این میک بیبی خیلی خودتون میدونید این صورت واقعی منه، یه ذره سفید میکنه. در مورد کی داری حرف میزنی؟ آی فیلتر همون یه خونه که تو ازمیر ترکیه است. عزیزم اون ایرانه، تهرانه اون. نه تهران نیست. تهرانه. نه امیر تهرانی بود من میکردم. آره بابا قبل احمدتون اول خودم یه راند میرفتم بعد گفتم برو بچه ها آفندید کن. آخه نه بذار بگم، آخه نه اون این ازمیر بوده ولی برگشته الان ایرانه. نه فکر به نظرم که فکر نمی کنم امیر، چون اگر یه درصد می بود مطمئن باش که نمی بود. نمی گفت من ایرانه. آره اصلا نه میگه اسپانیا، میگه اسپانیا. من میدونی دارم چی فکر میکنم. فکر میکنم این یه مثلا یه قاتل سریالیه، یه چیزیه. یعنی چرا اینقدر خودشو قایم میکنه؟ یه کاری مثلا یه باند مواد مخدر، نمیدونم یه همچین چیزایی داره به ذهن من میاد. ایشون چیزه قاچاقچی کودک میفروشه. خاک تو زدن اسمش هم نیارد. پولشویی میکنه.
اسمش دلار از من تاپ، توی دلار تاپ میکنه. اسمش توی چیز قرمز چی بود؟ اینترپوله. شنیده بودم که گربه ها رو رنگ میکنه جای سگ میفروشه. بابا شد از تو پرینتر براز خریده دلار چاپ میکنه. یه مورد دیگه هم داشتیم که خرار رنگ کرده جای اسب میداده، بعضی میخوام خودش رو اشتباهی میبردم جای سب. خیلی دلم میخواد الان میبود ستایی باش حرف میزدیم مثل دیش بابا دیگر بریم بهش، دلم واسش تنگ شده. نفهمیدم بالایی زن یا مرد. من دو تا کیر دارم، سه تا کس، شش تا سینه، حالا ببین چی میشم. حساب کنیم. آریان اون شخص رو بیار، دلم واسش تنگ شده، یکم بریم این بهش. نیست تو لایو بعد بفرست. آبه کیر بخوره آریان نوشته. میخوره عزیزم، تو نگران نباش. بچه ها از این به بعد اگه این استا باک شده باشه یا نت سعی باشه من لایف نمیام، چون سرم درد گرفت خیلی، مثلا دو سه بار همش قرد میشد و میشون من سرم درد گرفت. الان که درست شده خوبه. نوشته چنده شمیر کس ننت. نه درست میشه دیگه، تا دو سه روز دیگه تو میکنم اوکی شه این استا، اینجوری نمیمونه. آریان تیشرتت خیلی بدمیاد، مرسی عزیزم. دارم چای بری پانچ میخورم، البته اینا نمیفهمم بری پانچ چیه. میوه چای میوه های قرمزمه. کی اومد توریام؟ واو. سلام بچه ها، سلام، خوبی؟ سلام سلام، چطوری؟ سلام. من باز با غریونم وارد میشم. خوش اومدی از هلو. من میخوام یه سخنرانی بکنم اگه اجازتون هست. اولا که خیلی خوشحالم بالا ردیف دوم، ردیف اول شدم، خیلی خوشحال شدم. بعدش این که ما چی کار کردیم بهتون، ما چه آسیبی بهتون رسوندیم که نه بگو آخه اینو بگو، بگو آخه من آب کدوم کی رو نیاوردم که امروز اینقدر بدبخت شدم. آره ما چی کارتون کردیم که اینقدر نسبت به ماها نفرت دارین؟ اون مردای واقعی رو ببینید که هر روز به ناموس مردم تجاوز میکنن ولی به اونا این همه نفرت نداریم. ما حداقل کونی که باشیم ما به ناموس مردم، به دخترها تجاوز نمیکنیم. ما به دخترها تجاوز نمیکنیم، به بچه ها تجاوز نمیکنیم، بچه باز نیستیم. ما تنها کاری که میکنیم کیر میدوزیم. همین. ما حداقل مثل مردای واقعی ما تنها کاری که میکنیم زندگی ها رو خراب میکنیم. مردای متأهل رو میکشیم سمت خودمون، طلاق بگیرن بیان ما رو بکنن. همین دقیقا. ما حداقلش مثل مردای واقعی تجاوز نمیکنیم، کتک نمیزنیم، نمیدونم بچه بازی نمیکنیم. ولی مردا چی کار میکنن؟ هزار تا کثافت کاری. ما چی؟ ما فقط یه شورتی سکسی میپوشیم، یه آرایش میکنیم، میریم بیرون، شوهراتون رو میاریم دنبال خودمون، میاریم خونه براشون ساک میزنیم، بعدم اچ آی وی رو بهشون انتقال میدیم، اونا هم به شما انتقال میدن. من نگاتیوام. یزیدی نوشته از آریان اسکی نرو امیر. آریان مشکلی با اسکی رفتن من نداره، تو گوهمون رو نخور. هلو. ای داری از دکه من میزنی؟ من همون رنگ زدم. داری؟ ببین لکمو.
خوش رنگه. شما قرمز از زمان من نارنجی. دور آ نارنجی مال من صورتیه. من این رنگ نارنجی هم قشنگه. صورتی هم قشنگه. ما چی کارتون کردیم واقعا؟ ما مگه تجاوز میکنیم؟ ما مگه کتک میزنیم؟ ما مگه قتل ناموسی میکنیم؟ چی کارتون کردیم؟ ولی بچه ها بی شوخی بین ماها، بین همحسای ما یه دونه ببین دوز یه قاتل چیزی پیدا میکنی؟ ما فقط کیل میدوزدیم از این برون. خب چه فرق دوزی دوزیه خواهر، حالا چی بری یه بانک بزنی چی یه کیل بدوزی؟ فرق نمیکنه. نه خب ما دوزیامون سرپاییه میدونی؟ خب حالا یکم اونا دوزی ولی دوزیه دیگه. ببین این که کیل بدوزی خیلی بدتر از اینه که پول بدوزی. ولی خب ثوابش بیشتره. پیش خدا ثواب بیشتری داره. زندگی خانواده رو به هم، قانون خانواده رو به هم می‌زنید. چه ثوابی داره؟ واقعاً برای خودمون. یه لحظه واقعا من نمی‌فهمم. طرف میره به خاطر ناموس، قتل ناموسی می‌کنه، دختر خودش رو می‌کشه، بعد تشویقش می‌کنین که بگین آفرین ناموس تو تمیز کردی. ما نمیدونیم ما دوست داریم با پسرا باشیم، میگین که ما چیکار کردیم؟ یعنی واقعا ما برید دنبال اینا، برید ببینید چه کارایی نمیکنن مردای واقعی توی ایران. مردن ها شبا برمیگردن. من یه سوالی از شما دارم بچه، من یه سوالی از شما ستا دارم الان. اصلا نه انگار، اصلا من خودم اصلا نه، من خودم رو یک دختر واقعی حس میکنم چون تقاضا کننده خیلی زیاده. چرا؟ من الان اصلا حس نمی کنم که من مثلا یه پسرم، اصلا حس نمی کنم که یه کیرلا پامه، اینقدر تقاضا کننده زیاده مثلا منو بکنه، من اصلا هیچ احساس بدی ندارم، یعنی همیشه کیر هست. چرا باید اینجوری باشه؟ به نظر من الان دنیا داره به سمت لبات میره و همه دارن گی میشن به نظر من، و تو باید این حست عادیه. به نظرم حس دخترها که وقتی نمیرسن به کیر غیر عادیه، و حس تو الان عادیه و دنیا داره به سمت لبات میره و لبات دنیا رو قراره نجات بده. چون تا یک سال دو سال پیش من خیلی دوستایی داشتم که گی و ترنس بودن، گریه میکردم، گفتن که اصلا کیر نیست ما، مثلا ما رو بکنه، شرط خیلی بده، مشتری خیلی بد گیر میاد. ولی من الان این اصلا این احساس رو ندارم، از بس که کیر و تقاضا کننده زیاده برای من. به خاطر واکسنات مردم چرا رفتی داره خواهر؟ واکسنات چرا زیاد پیش میکنیم لایو؟ واکسن چرا داره به تیم دادن؟ چی؟ نگاه کن، امیر یه چیزی گفت، امیر یه چیزی گفت، همه ببخشید کیان، همه دنیا دارن بایسکشوال میشن، اصلا استریت نداریم دیگه، همه دارن بایسکشوال میشن. دقیقا به خدا همه مردا دیگه دارن کونی میشن واقعا. پس نسل زن داره ناچیز میشه دیگه، منقرض میشه. دقیقا. و یه حسی میخوام بدونم چه حسی داره؟ من نمیتونم دختر بکنم، ولی مرد چرا هم چجوری میتونه هم دختر بکنه هم پسر؟ من جواب سوالاتی بدم. ببین این سوالاتی تو حتما از من بپرس، چون میدونی که من دکتر پروفسور هم تو این مواره، چون که اون قدرتی که توی مردا هست، اون ابهت که توی مردا هست و حسی که وقتی داری میکنیش بهت دست میده، داری یک مرد قدرتمند رو میکنی و این بهت یه حس قدرت میده. ولی این که دختر رو بکنی این حس رو نمیده، چون دختر رو دیگه یک چیز معمولی شده. ولی یک مرد رو وقتی میکنی انگار داری یک شیر رو میکنی، سلطان جنگل رو داری میکنی. یعنی الان یکی منو میکنه فکر میکنه شیر جنگل داره میکنه. البته مردونه ها رو میگم، یعنی الان هر که برای میکنه که میکنه شیر جنگل داره میکنه، من موش جنگل هم نیست. نگاه کن، مردونه ها
آفرین. من یه بار باشگاه چرا رفتم چرا همچی داری مردونه؟ مهم اینه که لابا کیر باشه دیگه، من کیرشو دارم، من که زن نیستم. نه اونطوری نیست، اونطوری نیست. یه بار من مربی باشگاهمونو کردم، بدنساز گنده، خیلی حال داد، اصلا احساس قدرت بهم دست داد، خیلی خوب بود. خیلی اون حس قدرت رو خیلی دوستم. ببین یه حس دیگه هم هست وقتی به غرور مردونه یه مردا تجاوز میکنی، خیلی خوبه. وقتی داری یک مرد پشمالوی گنده با ریش و سیبیلش رو میکنی، کیرتو میذاری تو دهنش، آبتو میذاری تو دهنش، وقتی اون غرور مردونش رو نابود میکنی، با زمین یکسانش میکنی، این حس خیلی خوبی میده به من. شما تحصیلاتتون کدوم کشور؟ من از دانشگاه آکسفورد از آلمان. از آلمان بحبه. چی داشتید در چه؟ الان لیسانس دارین، دیپلم دارین، فوق دیپلم؟ من فوق لیسانس دارم. فوق لیسانس. دکترا میخواین برین؟ آره، چون خیلی مطالبتون چیزه عالیه. بله مطالبتون خیلی پوزشه، چیز خیلی آره، خیلی بازه آره. دانشگاه آکسفورد هلند قبول شدم. خیلی تاثیرگذار بود، من 1 کیلو کم کردم از وزنم. تاثیرگذار واقعا، خیلی تاثیر. من 1 کیلو کم کردم، نیاز نیست برم باشگاه. ما شما رو هر روز بیاریم اینجا، اینا که طول عمر 1 کیلو 2 کیلو کم میکنن دیگه، نیاز نیست اصلا رژیم غذایی بگیرم. ببخشید، اونایی که میخوان اضافه کنن اونا باید به حرف کی گوش بدن؟ اونا باید برن تو لایو هیرات. اونا باید برن تو لایو هیرات، هر کی میخواد بیاد لاره، باید برن تو لایو هیرات. تو لایو من انرژی میده، لاغر میکنه. و اینکه نه خب نه، من پس اونی که منو میکنه چه حسی داره؟ تو میگی من مردونه نیستم. خب تو دختری، حس میکنه داره یه دختر، یه مثلا یه دختر رو میکنه. خب اگه میخواست، اگه فکر میکنه یه دختر رو میکنه، چرا نمیره یه دختر واقعی رو بکنه؟ بیاد منو فیک بکنه. سوال خیلی خوبی بود، چون که ماها خواستیم دخترها دیگه، دختر دیگه همه جا معمولی شده، همه جا تکراری شده، تکراری شده واسه معمولی که منظور خیلی مثلا با دختر بودن تکراری شده. دوست دارم مردا چیزای جدید رو امتحان کنن، مثلا تو براشون مثل یه دختر کیردار بدون معمولی. خب بعد مثلا اگه میگی تکراری شده، یعنی تو چند سال دیگه هم خب ما هم تکراری میشیم دیگه، نسل ما هم منقرض میشه. آخه ببین، دارن تازه شروع میکنن و تازه شروع دقیقا. ببین از 1 میلیون سال قبل از میلاد مسیح مردا با دخترها بودن و برای همین هم نسل ما 1 میلیون سال تخمین میزنم که ادامه داشته باشه، یعنی با ما 1 میلیون سال قبل از میلاد مسیح اصلا زمین وجود داشته؟ بله، دایناسورا 200 میلیون سال قبل از مسیح هستن، میلاد مسیح. دایناسورا هم دختر بازی میکردن؟ من جانور شناسم. اونا شتر بازی میکردن، دختر نبوده، حیوان بودن. اونا شتر بازی میکردن. الان یه نجاتی هست، یه حیوانی هست ناشناخته است، کلش شبیه شتره، بدنش مثل دایناسوره. اینا الان اینا آره. دانیاسوره و چیزم، نه دختره نه پسره، جنسیتش هم مشخص نیست. ایرادو میگه درش درده، کلش مثل شطور، لباش یعنی قشنش قیافش مثل لبای من شطوره و بدنش مثل دانیاسوره و کیرش هم یکم شبیه شطوره، یکم شبیه دانیاسوره، ولی هنوز تشخیص ندادم. بچه ها من از برم ماشینا رو از لباسا رو از خوشکم بیارم برمیگردم. ماشینا رو از خوشکم بیارم. آره ماجید ناشناخته ای بوده، واقعا خیلی جالبه. خب بذار من یه سوال از امیر بپرسم. امیر، قرار دکترات رو تو کدوم دانشگاه ادامه بدیم؟ دانشگاه، از دانشگاه آکسفورد هلند قبول شدم. آها آها آها.
صدا قطع شد امیر. شعبه هلندشون رو باز کردن. خیلی ها میان که قرار آکسفورد رو توی ایران هم باز کنن، راسته؟ نه دروغ محض، میدونستم. درزم امیر یه اسم پیجم در خوبه کیگاد نیست. یعنی در این حد آره بذارم کیا تو لایو هم ها ها چی میگه؟ شوخیت گرفته. خانوم آموزش کاشت مژه کرج، سلام بر شما همین مژه من اسمشون رو میخونم خانوم تینا، خانوم ماشی، خانوم آتی آتنا، خانوم ماریا عباسی، خانوم مادر، خانوم سارا آذری، خانوم امیر، خانوم رامتین راستاد، خانوم هازان، خزل خودمون، خزل اسمی؟ هازان؟ خانوم عزیمه، خانوم سجاد 99، خانوم جعفری فرشته، خانوم الهه اربابی، خانوم ماران، خانوم ملکه، خانوم ان، یکی نوشته ان، خانوم ان، بله بفرمایید، خانوم علیرضا پور هاشمی، خانوم رویا نوروزی، خانوم اکرم 76 76. بچه ها اینایی که داره میگه همه تیتراژ سریال چیزه، آریان و رفقا. بله. خانوم آرمین رستمی، لطفاً بیاین بالا. خانوم آرمین رستمی، خانم رازیه، آرمین رستمی که خواننده است. خانم حبیب جیمز باند، حبیب جیمز باند، یا خدا بذارید من چیز کنم. خانم خراباته، خانم شکیلا بهادری. چقدر خانم، یه آقا نیست بینشون؟ بیشترشون خانی من. بذار یه بار من امروز چیز شستم، تختم و ملافا و اینا رو. خانوم آراز، خانوم مهدی شمسی، خوش اومدی. خانوم ارسلان آریایی، خوش اومدی. خفه شما صحبت کنید، مرگ خوش اومدی. اوکی. آره. خب چی بگی؟ سوال بپرسین. یس. اصلا من باشم که خب یک چیزی بگید من میشم باشم. باز من یه چیزی بگم. در مورد چی بگم؟ در مورد بشید سر جاتون، میخوام یه خاطره تعریف کنم، خاطره اومدنم به این خونه. خب بگین. خب داشتم از خونه قبلی میومدم اینجا، یه روز قبلش خونه دوستم بودم، مونده بودم خونه دوستم، بعد وسایلم رو جمع کرده بودم گذاشته بودم یه گوشه خونه، هنوز نبرده بودم خونه جدید. بعد هیچی دیگه، وقتی داشتم از خونه سکو یه رفت کامنت ها بزن. آره. بعدش وقتی داشتم از خونه دوستم میرفتم خونه خودم،
منتظر تاکسی بودم تاکسی بیاد من رو ببره دیگه. بعد سوار تاکسی شدم، من رو رسون تا دم در خونم. من هم دیگه چون وسایل داشتم قرار ببرم خونه جدیدم، گفتم بذار موضوع رو باز کنم بعد دیگه اینم بدونه دیگه. بعد آقا از من خوشش اومده بود، از من خوشش اومد و هی میگفت که بیام خونت، خونت خالیه یا نه. گفتم الان نه خالی نیست، مامانم اینجاست و اینا. بعد منم چون دیدم این از من خوشش اومده، گفتم که ازش استفاده کنم. بهش گفتم که الان خیلی مشغولم و اینا، داریم با کارای حساب کشی و اینا چیز میکنیم، مشغولیم یعنی. گفت خب بذار من بیام کمکت میکنم دیگه. بعدش گفتم که آخه زحمت میشه واسه چون. بعدش گفت نه بابا. بعد شمارش رو گرفتم. امیر الان برو آخر خط، اینا رو همه رو مخزنی و اینا رو خودمون داریم پیشبینی میکنیم. آره بذار بگم. خب خلاصه اومدم خونه، شب شد، شب ساعت 12 بود. خب فردا هم قرار بود خونه رو تحویل بدم. بعد شبش ساعت 12 زنگ زدم الکی از این تاکسیه حالش رو بپرسم، بگم حالت چطوره، چطوری و اینا. زنگ زدم گفتم، اونم گفت تو چطوری، چیکار میکنی؟ گفتم منم مشغولم دیگه، دارم وسایلامو جمع میکنم ببرم خونه جدیدم. بعد اونم گفت واقعا نگفته بودم بهم بگو بیام کمکت کنم. بعدش گفتم آخه زحمت میشه واسه شما. گفت نه بابا چه زحمتی. برداشت اومد قشنگ با تاکسی تمام وسایلمو خودش با دستای خودش دقیقا سرویس شبانه با دستای خودش برداشت از خونه قبلی گذاشت توی تاکسی با دستای خودش، ما رو برد خونه جدید. با دوستم داشتیم میرفتیم، وسایلا رو با دستش گذاشت داخل خونه، با آورد گذاشت و آسانسور گذاشت داخل خونه. به زور میخواست بیاد تو خونه ما رو بکنه، به زور که نه، میگفت بیان خون، بیان برین خونه بشین بکنه. گفتم نه. آره قصد چیز داشت. آره دیگه. گفتم که نه، ما میخواییم یکم با ماشین بگردیم. بعد با ماشین داشتیم میرفتیم، راننده آذری بود، آذربایجانی بود، ترکم نبود. بعد هیچی دیگه، جلوی یه کافه بود، من ادای حال بعدا رو در آوردم، گفتم که حالم داره خراب میشه، ما رو پیاده کن یه چیزی بخورم. خلاص اونطوری دیگه خودمون رو گم کردیم، رفتیم دیگه یه چیز خوردم. هنوزم بهم زنگ میزنه، امروز بلاکش کردم، از یه ماه پیش امروز بلاکش کردم. عجب. آخرش فرار کرد یعنی پیچوندیش؟ آره دیگه، هر روز زنگ میزد میگفت که بیا ماساژت بدم، من خیلی خوب ماساژ میدم و اینا. بعدش چیزی که امروز بلاکش کردم، چون هی وسط یه کاری داشتم کردم زنگ میزد تونتون، منم بلاکش کردم. خوب کاری کرد، خدنگش کرده قشنگ یارو. آره خدنگ چیه؟ چیه یعنی نوکر. آها آره آره دیگه نوکر شخصی با تاکسیش اومده همه وسایل برده خاک تو سر حرمده. اونطوری نگیم بنده خدا، واقعا یعنی 50 سالش اینا بود، یعنی دلم یه جوری واسهش سوخت. کاش مثلا یکی بود به جای من بهش میداد واقعا. چه ساعت براش میزدی بیچاره؟ خب من چی کار کنم آخه؟ کیرش زگیل تناسلی داشته از یعنی خب اگه داشت چرا ازش تو استفاده کردی؟ چه سفر؟ من تو استفاده نکردم، خودش خواست کمک کنه. حتی که میدونستی اون میخواد آخرش تو رو بکنه، بهش میگفتی من نمیدم؟ اون باید اولش میگفت که به من من میخوام بکنم در ازای این کارها، من که نمیدونستم. ماشاءالله تو خوب دکتر، یعنی چی رو میفهمی؟ اینو نمیفهمی؟ من کارم وایسا تو مگه اونجاشو نشونت داد فهمیدی زیگیل داره؟ نه من حس میکنم از بوی آدم، از قیافه آدم. سنسور داره چی؟ بو میکشه. آره مثلا هیرات
سگیل تناسلی نوع چهار داره. میراد که کلن انواع بیماری های فاکتور 8 رو داره، کلن بیماری های ناشناخته و اینا. اون که از اون که دیگه هپاتیت C میسازن. اصلا یه بیماری جدید داره، مخصوصا دیشب لایو من داشتم میدیدم فهمیدم که اصلا یه بیماری داره به اسم خرپنداری. من اینو کشف کردم از داخل میشه من تو هم اگه نه سگم به جای من بو میکشم، سگ دارم، سگم به جای من بو میکشم. تختم مرتب شد، لباسام هم شستم، من هیراد از نوع حرف زدنش متوجه میشم مثلا زگیل تناسلی نوع چهار داره. مگه نوع داره؟ یک و دو سه چهار داره؟ آره بابا انواع دگیل تناسلی داریم. من چربی خون رو میدونستم یک دو سه چهار داره، چیزو نمیدونستم. انواع هپاتیت داریم، A B C D E، انواع دگیل تناسلی داریم. بسکش اومده پوریا تو یه لحظه برو دوباره میارم ادو که اینو بیارم باشه باشه. اوکی منتظر بودم از تو. نشه دوابشو بده آریان. چی رو؟ نوشته گوهخوری هیراد رو نکنیم کونیا. شما کیرم تو کیره هیراد جای تیرت مشخص میشه وقتی خم بشی جلو. آره سلام خواهر. وای باز چرا من ندارم آخه واقعا مبینه اون چرا چطوری همین؟ سلام چطوری مرد؟ بچه ها پشت سر ترنس ها صحبت نکنید، هیراد هم از خودمونه هم حسمونه، گناه داره، درکشون کنید ترنس ها رو. دقیقا بیار بایا این باقه با کجا را چند تا خود هیراد گوهه بعد ما بخواییم اونو بخوریم. چند تا چند تا اکستنشن چیز کردی؟ آریان جان چه بهت اصلا نمیاد. چند شاخ هست؟ چند شاخ هست؟ این الان نزدیک 350 تا باید بذارم، الان این 200 تا. آره کمه، باید بیشتر میذاشتیم، باید بیشتر میذاشت کمه. بمیرم برگشت درست کنم. برگرد ببینم بین برگرد قشنگ. خوب چی رو میگی برگرد؟ اون جلوشو بسته پشت کولش لخته فاید. چی رو میگی برگرد؟ این چه کسخولیه؟ جلوشو گرفته کولشو لخ کرده. سلام مبینا. فهمیدم صدای باد از این کیان میاد، موهاشو ببین. کولرش روشنه. کولر میسیم کسیم داغ میکنه این فنکوهره. کولر این همه باد نمیزنه به کرلی آدم. بابا کولر چیه؟ فنکوهره میگم. خب ببندش آخه گوشیم یخ چیز داغ میکنه. صداش خشخش میاد، یه دونه یخ بیا. بچه ها این خود هیراده با پیج فیک ببینید. بگو جوابشو بدم عزیزم. جاز خوشگل باشه. بگه ترنسم مرد که دیگه خوشگل نمیشه عروسه که نمیشه که ماشالله هیراد قبول نمی کنه ترنس ترنس باشه خدای خوشگله. آره به عنوان یه ترنس خیلی خوشگله هیراد. خانم خوبیه درسته استرت لوکه. نوشته یکی کاش یکی بود یکم میرید به شوهر من. من هستم نفس بده شوهر. امیر چقدر موهات خوب شده؟ نظر از چه لحاظ؟
چی رو کایه اونو کسکش اندازه جد آبات من کشیر داره من نمیدونم اینو چجوری قایمش میکنه بعد قایم نمی کنه مثل متر هستش نیشه رو بخواه هیچی تو خونه نیست بزن کیف لایی بخواه چشمه حضور بهتره که همون جون ننت همون چیز رو یا آشپزخونت رو تمیز کن عزیفه تو چجور بانوی هستی ببین بانو آریایی ایشون خود هیراده با پیج عکس داداشش رو گذاشته اومده ببینید نه بابا این شوهرشه عکس شوهرشه خودش هم لایبه چون میدونه هر جا بره باید برگرده اینجا میدونی؟ چون خودش میدونه که هر جا بره برمیگرده اینجا چون ما اولین استخونو بهش دادیم میدونی؟ آره هر جا بره برمیگرده اینجا ما اولین گوشت دادیم بهش یون آینیر تیر از یه گوشتم رو خور آره اینجا که هیرات شاعر میگه به خودت یه را داری به مولا که فقط یه را داری لغ منتظر لغ شد جویان معتاد کیان تهرانی بیام همو ببینیم تهرانی تو باگه اندیشه میام میبینم نه الان که مشهدم تو هم که مثل ساسامیر طالبی میمونی همیشه یه بری ساسامیر طالبی میرو از چون کنش دلم گرفت ساسان استوری میذاره که های عراق دلم گرفته کسی از کرمانشاه نیست امروز میخوام برم سنندج کسی هست آریان من دارم میبینم کامنت رو همه دارن از صدای باد شکایت میکنن بازم به گوشت برس میگه صدا باد گایید صدا باد صدا گوست کنید فکر کنم توفان شده بچه ها آره توفان شنه میگه هیر پیزش رو بدید یه دونه یه پشت گوشی بذار توی چیز چیزی از این چیزا میگن اسمش بود نایلون بعد بذار تو تو گوشی پشت آیفون سامسونگ که داغ نمی کنی فقط آیفون داغ نه بابا سامسونگ هم داغ سامسونگ هم داغ نه من الان با آیفون 12 پرو مکس هم اصلا داغ نکردم آریان جان میتونی منو تو لیست پین کنی هلی گوشی میو خاموش شد بالا باشم کام یعنی چی بالا باشی اینا که دیدی که 4 نفر بالا 10 تا اکانت میتونن لیست کنن خب یعنی هم میتونن ویو بگیرن هم میتونن ویو بدن ولی خب تصویرشو بالا نیست میشه اونجوری تو اگه بری پایین فقط ویو ما رو میگیری ویو نمیدی خواهر نه من اگه لیست کنی من برم پایین فالوورای من هی اضافه میشن مثلا تو لایف اکانتم هست ولی تصویرم نیست
خب من باید تحقیق کنم در این مورد، فردا خبرشو میدم. دروغ میگه، دروغ میگه، فقط فالوور میگیره. آره فالوور میخواد، کدکش تو بری پایین، فقط ما بهت میدیم دیگه نیستی. برو گم شو خرمله، من خدای فالوورم الان. بعد آره ازم اونجوری که تو لخ میکنی کیر خواهیتو میندازی بیرون، ما بودیم الان خدای فالوور میگه. خب برو برو خدایش تو چجوری بود میشه کیره تو بندازی بیرون با این قیافت؟ چرا ترنس ها کیراشون گرفته؟ من کسکش منم گفتم اینو نزدیک ببینم خجالت میکشم اینو کیرش رو ببینم، این طولای میره کیر و خواهش انداخته بیرون. خب بعد بندازم بیرون دیبا چیکار کنم؟ یه سوالی امیر، چرا پسرا اوکی ان که همدیگه کیراشونو ببینن و کس بکنن ولی ترنسا نه؟ سوال خوب از انسان مناسب، از آدم مناسب. یه لحظه. سوال خوب از انسان، چون که معمولا دختر و ترنسا اون رابطه داداشی رو ندارن، ولی پسرا مردا یه رابطه داداشی دارن بین همدیگه که همدیگه رو داداشی های همدیگه میدونن، و این رابطه داداشی که بین پسرا هست حتی باعث میشه که مثل دوتا داداش کون همدیگه بذارن، یعنی اصلا هیچ خجالتی ندارن بین پسرا. چرا امیر جان، چرا پسرا میتونن یه کس رو با هم بکنن ولی ترنسا نمیتونن یه کی رو با هم بخورن؟ به خاطر حس رقابتیه که بین ترنسا توی ایران وجود داره. حس رقابت فقط همین؟ خارج از کشورم همینه؟ من توی اینجا اون حس رو میدم و ترنس ها خیلی مثل دوتا خواهر یکی رو میزنن تو دهنشون اینجا. کسخل یعنی چیه؟ یعنی همش نتش میره. چه جالب، نمیدونستم. مبینا برای منم داره میپره. ترنس ها یه حیات تو وجودشون هست نوشته. دقیقا تنها چیزی که تو وجود ترنسا نیست حیا. گوه زیاد نخور. تنها چیزی که تو وجود ترنسا نیست حیا. راستی آریان واکسن زدی؟ من نه هنوزم. من اگه بخوام برم کانادا باید بزنم. من بزار بار گفتم پاندمی جهانی کرونا رو جدی بگیرین، واکسناتون رو بزنین. برو بزن با تنه تو حتما. آریا بایسته ببینم کی تو لایبه. منو بیار بالا ترنس هم، خدا رو شکر کیان اینقدر بیادر نیست. منو بیار دوباره بالا. خب برو یه سوال بزن یکی بیاد هستین. نشه یه سوال، همه تون اوپنه ای هستین؟ نه عزیزم، من اوپنه ای پرو مکس هم. آره آریان هم موبینا افتاد پایین. موبینا رفته بود پایین. برای تو بالا برای من. آره داشت میچرخید ولی آره داشت میچرخید موبینا. آریان تو پسری، چرا ادا ترنسا در میاری؟ من ترنس نیستم عزیزم، من نگفتم ترنسم، من یه زن کاملم. حرفم رو از دهنم دیگه گرفت. من یه زن کاملم، خواستم همین رو بگم. سه تا بچه یه زن کامله. دوازده تا گفتی آریان؟ دوازده تا پسر داشتی؟ آره ولی نیستن در حیات فعلا. آها در حیات فعلا در حیات نیستن. تو جمع زمین کنی کردن هنوز نرسیم. آره چیز شدن رفتن افغانستان شهید شد. داره 6 تا کیر داره، 12 تا ممه داره، خودتون حساب کنید جنسش. میگن کدوم واکسن خوبه از همه بهتره؟ فایزر، مدرنا، این دوتا خیلی خوبه. خب ایران نیست. برکت بزنید. اون یاروه اومده بود میگفت بچه ها من
واکسن کرونا زدم برکت هیچ عوارضی نداشته صداش اینجوری میشد، بعد تو صدا مثلا داشت صحبت میکرد یا مثلا تیک اینجوری گرفته بود. من خودم فلج میشم من اگه ایران بودم، اگه ایران بودم مجبور میشدم واکسن بزنم، حتما برکت میزدم، چون به واکسن ایرانی از واکسن چینی بیشتر اعتماد دارم. واکسن ایرانی خوبه. سلام. چون تو ایران یه دونه چینی هست، یه دونه ایرانی. من به واکسن ایرانی بیشتر از واکسن چینی اعتماد دارم واقعا. واکسن چینی اسمش چیه؟ میگم رفت. نو فارم چیه نمیدونم. کیان رفت. عجب. نوشته سینوفارم خوبه. من به واکسن برکت بیشتر از واکسن چینی سینوفارم اعتماد دارم. yes. سینوفارم بهتر. من نمیدونم تو چین چی کار کردن تو واکسن. هر چی هر بلایی میاد از این چین میاد دیگه به سرمون، واکسناشونو بزنی. بچه براتون یه چیز آوردم بالا، یه دبه روب. ببین نمیبینینش؟ من نه. دبه روب رو نمیبینین؟ سلام. میگم این کیان نیستش، داره میچرخه قربونت. با برو پایین دوباره بیا کیان، دبه روب رو ببینی. کیان بچه براتون یه دبه روب آوردم. الان این دبه روب داره میچرخه. کوش چرا سیاهه؟ دبه روب داره میچرخه. بچه نظر شما چیه؟ بچه نظر شما چیه؟ دبه روب. دبه روب آسه اکس پروفایلش بود. آها میسامو میگی دبه روب. اونایی که تو لایون به نظر شما نه حرفم قبول دارین که به واکسن بیشتر میشه از واکسن کیان چطوری سلطان؟ خوبی نیتاق جان، عشق منی نیتاق عشق منی سلطان، دورت بگردم آره بزن چه خبر؟ آره تولید میشه الان برکت چرا نه شوخ یس چه خبر شما؟ سوال بپرسیم این چه لایویه؟ برکت اینجوری گفته. خب راهنمایی دارم میکنم بچه ها مردم. من دکترم دارم، به عنوان یه دکتر راهنمایی میکنم. تو متخصص چی هستی الان؟ به شما باید بگم؟ چرا که نه باید دقیقا میگه اون پیرزنه میگه پر تو گوگل به چرخ دنباله میگه این هرچی میگه آریان علیکی میخنده. برعکس من یه آدمی هم که خیلی سخت میخندم، زر نزن. من اگه بخندم خندم واقعیه. آریان اگه تو منو خندوندی من لخ میشم، لخت مادر. نه میگه این امیر بیچی هرچی میگه آریان علیکی میخنده. میگم نه من آدم خیلی بد من خیلی سخت میخندم، وقتی امیر چیزی میگه واقعا خندام واقعیه، این زر میزنه. من به تو آخه من به تو دبه روب چی بگم؟ تو اصلا نیاز نیست، تو یه خودت یه کاری باید بکنی مردم بخند. تو نمیتونی به من کلکل بکنی. تو بایسا میخوای با من کلکل کنی؟ اصلا من الان با تو کلکل کنم جلوم به دوستام چی بگم؟ بگم با لات شهر موشا کلکل کردم؟ نه دیگه. من اگه با تو کلکل کنم به دوستم چی بگم؟ بگم با همستر کلکل کردم. دکتر بچه بخور چای گیاهیه چای قرمز. آخه من چجوری سرم جلو دوستم بالا کنم بگم با کی کلکل کردم؟ با دبه رو؟ با یه دبه رو یا با دبه ترشی مخلوط؟ آره این میزام گناه داره با بزن من حرفا بزنم چنده ناراحت میشم برم با سش میتونه میتونه میزام گناه داره ترگار میشی چرا؟ وقتی وای میستی شبیه ترگار میشی هلی؟ وقتی وای میستی شبیه پرگار میشی من باربیام افتخار میکنم
باربی هم. کجاست باربیه؟ تو وقتی باربی یعنی کسی که لاغر، کسی که خوشتر. تو میفهمی؟ الان تو که تو میفهمی باربی چیه؟ آریان تو هیکلت اینه، هیکلت اینه اینه. من خودم اونجوری ساختمش. بچه هم اون یکی میخواد هیکل خودتو بکنه. کونت سه برابر نیکی میناژه. آریان تو هم بچه آوردی از این هیکلت یا نه؟ من 12 تا بچه داشتم، 9 تا شهید شدن، 3 تا زنده است. خب شیر از کجا دادی؟ ما تازه سینه ندیدیم از تو. 12 تا بچه چل... هر سینه الان هر سینه امیر شیشه شیر بهشون میداده. نه با سینه‌های خودم شیر دادم با این. خب این وقتی حامله میشه سینه‌هاش در میاد. آره وقتی که بچه هم یک ساله شد میره تو. قبلا به 90 بود سینا. بدنش اتوماته اتوماته. من قبلا سینا هم 90 بود، الان رفته تو. چرا؟ چون دیگه بچه ندارم. بعد تو طبیعی آورده یا سزاریان؟ من متاسفانه سزاریان، چون خیلی دوست داشتم طبیعی، ولی دکترها گفتن تنگی، شاید جون مادر و فرزند در خطره. تا حالا شده یکی تو شکمت بمیره؟ 6 تا بچه‌م به عنوان سوء تغذیه مردن. چند تا سخت کردی؟ من 7 تا بچه سخت کردم. آره بچه‌های بابات کجایی بودن؟ بابای بچه‌ها کجایی بود؟ بچه‌های من همه پدرای بچه‌ام اینترنشنال، یعنی بین‌المللی. تا حالا از اینترنتی حامل شدی؟ اینترنتی من بله من یه بار از اینترنت، دو بار آنلاین حامله شدم. زمان کرونا درست؟ ایام داری بچه؟ من سه تا از پدرهای بچه هم امریکایی هم. سه تا چینی، سه تا افغانی، شش تا یه دونش آفریق، آخریش آفریقایی بود. درسته. بعد اون آفریقایی سوء تغذیه داشت؟ کجایی سوء تغذیه داشت؟ نه سوی تغذیه این بود که چون من حواسم نبود حاملم، بعد یکی با یکی سکس داشتم، آفریقایی سکس داشتم، بعد این کیرش خیلی کلوف بود، بعد که میرفت داخل بچه‌م فکر می‌کرد غذاستون خورد خفه شد. من نمی‌دونستم حاملم. آره پدره افغانی چه سمی بود. خب آریان طالبانی ها اگه بیان بکنن قبول میکنی؟ بله why not. وای ظرفیت قلبم رو درد آورد. ظرفیت why not. بله ظرفیت چند تا هست؟ من ظرفیت تو 1700 نفر جا دارم. توی یه شب؟ تو یک ساعت. تو یک ساعت 1700 تا؟ بله من خیلی فرفرم. ببین اگه با سرعت 120 تا فقط انگولیت بزنن نمیرسی. تو از کجا میدونی مگه تو بزدن؟ نه من تو محاسباتم اینجوریه. چطور تو چی داری؟ الان تو دکترای محاسبات داری؟ ریاضی دانی؟ نه تو الان کونت داری؟ کونت انگار کونه اینه. خب من تجربه کردم، اگه تو تجربه کردی به دواره نمیشه، ولی من تجربه کردم. یعنی 1700 تا تو یک ساعت؟ من 1700 تا 1800 تا تو یک ساعت را میدازم. بعد مثلا چیز قاطی نکرد؟ واشر نسوزوند؟ نه من نانستاپ کار میکنم. 1700 تا تو یک ساعت حتما انا تیوبه. من مثل هنوز رو مثل روز اولش. تازه تنگتره یا نه گشتره؟ من روز به روز تنگتر میشم. روز به روز؟ بله. شب به شب؟ بله. کجا رفت اینم؟ آریان یه سوال ازت بکنم. خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. دانا یکی زده تو گوزیدی؟ من زده ریدم. بعد اون پشیمون شد از
نه کلن این هدفشون بود که بزنه من برینم. بعد چقدر حال به همزه بعد چیکار کرد؟ جمعش کردی؟ خود بسی داری سوالی میکنی من چی گناهی کردم؟ شما داری سوالی میکنی خودت کلن خودش جمع کرد دیگه. عجب. بعد پول به داد یا نه؟ بله، دو تا سکه نقره و 10 تا سکه طلا و یک گردنبند ابریشم و الماس. آهنم کار میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی با آهن خنده نداره. آهن کار میکنی؟ خندش کجا؟ مثلا آهن بهت میدن میدی یا نه؟ باید نقره یا طلا یا ابریشم باشه. طلا با رادیاتور مثلا به دادن زدن یا نه؟ خنده نداره. کجاش خنده داشت؟ مثلا منظورم چجوری بهت بگم؟ خنده نداره. سوالی که میپرسی خنده نداره. من نمیدونم. میگن آریان حتی کفش با کفش دست دوم هم میده. من بله به جاش بریزه اگه مثلا نداشته باشه با اینات. مس کنه مثلا نون خشکه، نمک، پلاستیک فریزر، پلاستیک زباله. عزیزم نون خشکه با یه گونی یا یه گونی چقدر؟ نون خشکه 2 کیلو باشه اوکیه. چقدر یه گونی؟ 1 کیلو باشه اوکیه چون من چند تا جوجه دارم. آره میتونه لاپایی بزنه. بله امیر چرا میچرخه؟ شب تا صبح پایین بود تازه اومد بالا. نمیدونم چی شو برقام دو بار رفت اومد. خب پس من میام پایین دو بار من بیام. بعد نه چه گوشی اومدم الان. تعالی شده آریان، تعالی شده تو مثلا با یه دست لیوان بدی؟ من با بله با یه دست لیوان با یه دست چیه؟ با یه دونه لیوان دادم. لیوان این درسته؟ این لیوان کیانو لیوان شراب خوری. لیوان شراب خوری چقدر روزی در میاری از این کاره؟ من بستگی داره چقدر مشتری باشه. مثلا روزای شلوغ چقدره؟ روزای شلوغم 3 میلیارد دلار. بعد مالیات هم میدی؟ مالیات اینا رو من معافم چون پدرم جان باز بود معافم. راستی کیان هستم؟ روز خلوت چقدر؟ روز خلوت هم 6 میلیارد دلار. روز خلوت، روز شلوغ. بعد روز شلوغ تعطیلی هم داری؟ من نان استاپ کار میکنم. نان استاپ یعنی چی؟ خب برید امیر جان بهشون بگی نان استاپ یعنی چی. من نمیتونم. نان استاپ یعنی بدون چیز وسط کاراشون اصلا فاصله نمیندازن و همینطور میدن قشنگ رگباری. عجب. خب مثلا عفونت یا زگیل نمیگیری؟ من 6 تا میوه سلامت دارم. کارت هم داری؟ کارت سلامت؟ میوه دارم. تالا سرطان گرفتی؟ من 3 بار سرطان رحم، 3 بار سرطان پروستات و 3 بار سرطان سینه. الان تو یک سینه هاتو در آوردن درسته؟ من سینام اتوماتیک بسته دار میشم میاد بالا، یک ساله میشه میره تو. نتش هم مثل خودشه. مثل خودش هم مثل نتش هم مثل خودش داغونه. وای کسم داره میخوره. آی بچه خوشگل شدم عکسم ببینم. وای مو نداشه اینجا. آه جا...